أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میفرمایم موسی در داستان موسی هم آیات و نشانه های ما هست. وقتی که او را فرستادیم به سوی فرعون با معجزاتی که داشت، با منطق رسایی که داشت، ولی فرعون با غرور خود مبتلا بود، برای اینکه سلطنت از پیشش نروه با منطق و استدلال پیامبر ما موسی بن عمران علیه السلام توجه نکرد، بلکه روی خود گشتان. فتولا برکنی و قال ساحر او مجنون، یا جادوگر یا دیوانه. بعضی هم میگن که برکنی منش اینه بود که تمام روی خود از موسی گردانید. نه، گردانیدن روی نیه، مراد از رکن، یک دفعه میگه مراد از رکن، یعنی رکن به معنی ستون، پایه در فارسی، ارکان یعنی ستون ها، پایه ها. برکنی در قرآن میگه فتولا برکنی، فرعون روی روگردان شد برکن خود. رکن اگر مرادی از رکن امی ستون بدن باشه، معنیش یه که به بدن خود روی خود او طرف کرد، که دیگه بودم امی تو تفسیر کردم. بعضی از مفسرین نگن نه، مراد از رکن لشکرشه، یعنی سبب غرور فرعون قدرت سیاسی و نظامی شد. اگر این پادشاه نمی بود، زمامدار مصر نمی بود، این لشکر نمی داشت، شاید منطق موسی در او تاثیر می کرد، مسلمان می شد. ولی او الان نگاه می کنه که اما حاضر باشه، اما پیش حاضرن، گارد تشریفاتی داره، لشکر داره، وزیرها داره، این موسی آمده. نگه بیای ایمان در به خدای واحد، خب قدرت خود نگاه میکنه. قدرت غالبا انسان فاسد میکنه، همونطور که فرعون فاسد. فتولا برکنی که مراد از رکن همو لشکریانش باشه، قوی قدرت نظامی کشور مصر بود که تحت نظر فرعون تشکیل شده بود. فتولا برکنی به وسیله همی لشکر خود موسی را متهم کرد که تو یا جادوگری یا دیوانه، در حالی که موسی در خانه فرعون، در کوچکی، در شیرخارگی در خانه فرعون بوده. مادرش او را در رود نیل رها کرد و خدا او را به خانه فرعون آورد. و این محبت موسی را او زمان در همون کوچکی در دل فرعون و زن فرعون انداخت و او را به عنوان پسر گرفتن. فرعون خوب به اخلاق موسی و به منطق موسی آشنا بود، میدانست که ای الانی که جوان شده آمده، که جوان نه دیوانه، نه مجنون، نه ساحر جادوگر، او هیچ جادوگری نکرده و نه دیوانه، عقلی خیلی خوبی داره، ولی چی بگوین دیگه حرف ندارن. دیگه نمیه، کسی که منطق داشت منطقی صحبت میکنه، کسی که منطق نداشت فوش میده، توهین میکنه، تهمت میبنده، افترا میبنده، کار زورگویای قلدر امیه. انبیا هیچ وقت، شما قرآن سراسر قرآن بخونید، انبیا هیچ وقت با کس تندی نمیکردن، بدگویی نمیکردن، فوش نمیدادن. شما قرآن بخواهید تمام انبیاء میتر منطقی صحبت میکردن. اگر اونا فوش میدادن و دشنام میدادن، اینا آرام بودن، خون سرد، بر اعصاب خود مسلط بودن، از کوره در نمیرفتن. ولی اونا نه، رنگ آرنگ اتهامات و دروغ میبستن که اقلا یک جواب داشته باشن. تکبر داشتن، غرور داشتن، هم خودشان ایمان نمی آورد و هم این دروغا را می بستن که اتباع اونها، مثلا لشکر فرعون، وزیرای فرعون به موسی ایمان نیارن. می گفت این دروغ گویه،
جادوگر دیوانه. اونمو اتعام عمومی را فرعون به موسی زد، گفت یا جادوگری یا دیوانه او مجنون. بسیار فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. قرآن نگه میگه نتیجه کار چیکار شد؟ خب یک ادامه پیدا کرد، کار یک ساعت که نبود. موسی باز رفت باز آمد، فرعون جادوگرای خود جمع کرد که این جادوگر باشه که جادوگرای من بیایه. از تمام کشور فرعون خواست و یک روز را معین کردن، جادوگران آمدن، موسی بر تمام اون غالب شد و اون جادوگران مسلمان شدن. اونا فهمیدن که جادو، اونا متخصص بودن، استاد جادو بودن. جادوگران وقتی که موسی اجدعای خود عصای خود انداخت و این اجدعا شد همه را بلید، اونا فهمیدن که نه این کار کار جادو نیه. جادو باشه که اینا میفهمیدن. جادو یکی مردم فرید میدن در یک دایره کوچیکه، یک کار جزئی میکنن که مردم فرید بدین. اما وقتی که ببینن یک عصای چوبی یک دفعه یک مار بزرگ شد، اژدها یعنی یک مار بزرگ شد و همه تمام او ریسمانه ها و آلاتی را که جادوگران فرعون آورده بود امر بلعید بود. اینا فهمیدن که این کار کار جادویی، این قدرت قدرت خدایه، قدرت موسی نیه، این قدرت خدایه. اما جمع گفتن آمنا به رب موسی و ما به رب و پروردگار موسی و هارون ایمان آورده. فرعون گفت شما را میکشم. واقعا عجیبه، اینا عمرشان با کفر و با جادوگری گذشته بود، یک موقعی به یک لحظه که دیدن که حق با موسیه و این کار کار خدایه همه ایمان آوردن. چی ایمان قرصی آوردن؟ فرعون گفت شما را میگوشم، پیش از اینکه من به شما بگم با پول ما آمدین، پولم به شما میدم، پیش از اینکه من بگم شما مسلمان شده. گفت نه، ما حق فهمیدیم دیگه، با خدای موسی و هارون فرعون ایمان آوردن. فرعون گفت که شما را به سر شاخهای درخت آویزان میکنم، میکوشم شما را به همین درخت ها به شاخهای درخت به در میزنم. و یک ساعت، بعضی اوقات یک نفر 20 ساله که زیر سخنرانی میره، سخنرانی ها را میشنوه، هیچ بهش تاثیر نمیکنه، حاضر نمیشه که زکات خود بده یا خمس خود بده، سخنرانی ها را گوش میکنه. بعضی ها تاثیرش به قسمیه که درمون یک مجلس منقلب میشن، درست به خدا تسلیم میشن. این جادوگر گفت شما را به دار میزنم، بگی در شاخهای درخت شما را به دار میزنم، میکشم همه شما را. گفت فقط ما انتقاب جه. و یک روز اینا تازه مسلمان شدن، ولی دیگه درست به خدا تسلیم شدن که این طفل یک شبه رای 100 ساله می رود. بسیار این آرام با خونسردی گفت فقض ما انتقار، هر کاری که می کنی بکن، هر قضاوتی که می کنی بکن، تو چی می توانی فرعون؟ انما تقضی عز الحیات الدنیا، حکومت تو در امی زندگانی دنیاه، ما الان کشته شده. خب اون طرف خدا داریم، برزخ قیامت حساب کتاب دیگه ما خلاص شد، نه میترسیم از تو و نه از تو میترسیم، نه از این که ما از دنیا بریم، ما به سرچشمه بقا متصل شده. به خدای موسی ایمان هیچی، با کمال جرأت و مقاومت در مقابل فرعون ایستادگی کردن و حرفهای خودم گفتن. و این جادوگرام هم تو بود، مردم منطقی بودن، نه فوش دادن، نه دشنام دادن، نه ترسیدن.
گفت هر کار که دلت میخوای بکن. تو الان در اولی ایران بفهمی که حکومت تو الان حاکمی، هر کار میتوانی، ولی حکومت تو فقط در امی حیات دنیای، در امی زندگانی بستره. فردا دیگه کمود حکومت تمام میشه، میای اونجا می گرفتار میشی در برزخ و قیامت. ما اونجا بر تو زوره، ما الان خود به خدا متصل کرده، اتصال معنوی ما با خدایم. هیچی دیگه حکومت فرعون در قلب آی پاک اونا تأثیر نکرد. چی ایمانی که آدم به یک ساعت یک ایمان کامل پیدا کنه. خدا به همه ما و شما همه تو ایمان کامل مرحمت بفرماید. نتیجه کار چکار شد؟ قیامت. او دلیل آورد و منطق صحبت کرد موسی. فرعون به خاطر سلطنت خود و قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی خود، موقعیت های اجتماعی که در مصر پیدا کرده بود، موسی را به جای نامردانه متهم کرد که نه خودش قبول داشت این اتهام در دل خود. و تمام انسانای هوشیار میفهمید که فرعون دروغ گفته. موسی نه جادوگر نه دیوانه، پیغمبر خدای برای اصلاح مردم آمده بود. آخرش چیکار شد؟ این مبارزه دوام پیدا کرد چند سال. آخرش چیکار شد؟ قرآن میگه فأخذناه و جنوده. ما هم یک آخر کار که به مهلت فرعون به سر رسید، حجت بر فرعون تمام شد، به او مهلت هم دادیم، نشد. فأخذناه، ما او را گرفتیم. خیلی گرفتن خدا خیلی سخته. چی بهتر که آدم پیشتر از این حالت تسلیم خدا شد. و اخذناه و جنوده، ما هم خودی ایلا گرفتیم، هم لشکریانش، تمام قدرتش گرفت. فنبذناهم، تمام اینا در بین دریا انداخت، در حالی که مستحق سرزنش هم بودن. یعنی این حکومت ریشه‌دار، ببین این کلمه نبذنا یک نکته را داره. از یک طرف قدرت الهی را تثبیت میکنه، از طرف دیگر ذلت و حقارت و پستی و کوچکی فرعون و حکومت فرعون در مقابل عظمت خدا. نکفن بزنا، این حکومت ریشه دار، هزاران نفر ایدش لشکر داشت، هزاران نفر کارمند داشت دولت در سراسر مصر، ولی هر چی داشته باشه در مقابل قدرت خدا چیه؟ خدا نگه ما اینا را گرفته با لشکرش. چطور تو میتوانی که یک سنگ بگیری، یک سنگ ریزره، الان قدرت یک انسان، مثلا الان یک انسان جوان 20 ساله یک سنگ میورداره 100 متر اون طرف او را میندازه، زور داره. این سنگ چیزی نیه، این سنگ مثلا فرض کنم که نیم کیلو یا سلس کیلوه، 3-1 کیلوه، 500 گرامه، 300 گرامه. 300 گرم سنگ انسان نگیره 100 متر دور مندازه. چیزی دیگه سبک به ارزش سنگینی نداره برای انسان. نکفن بدنا، ما اینا را گرفتیم، انداختیم اما اینا را در بین دریا، یک چیزی مثل یک سنگ ور اینا را بین دریا انداخت. به ارزش خیال میکرد که وقتی که را میره فکر میکرد که آب زمین زیر پایش دو شاق میشه. تکبر، غرور. پیش خدا انسان باید خیلی متواضع افتاده باشه. هیچ قدرتی در مقابل اراده خداوند مقاومت نداره. اگر خدا اراده کنه به ظرف یک
ثانیه همی زمین نابود میکنه. چیزی نیه. او کسی که میلیارد ها کهکشان خلق کرده، بعضی کرات صدها مرتبه زمین ما بزرگتره. این زمین ما نسبت به کهکشان ها چیز بی ارزشه. چی رسه به آقای فرعون. بنابراز نه افلیه. یک روز رسید که موسی به پای خود رفت. وقتی که موسی بنی اسرائیل برداشت و از مصر رفتن، فرعون خبر شد که بنی اسرائیل همراه موسی رفتن. از عینده کار ترسید، گفت اینا قوی میشن و میاین بر ما حمله میکنن. این هم تعقیب کردن موسی و بنی اسرائیل. خدا برای موسی دریا را برش درست کرد، از دریا گذشتن. ولی وقتی که فرعون آمد به عمو غرور داخل دریا شد که مثل موسی بگذره، که کوهای آب چپه شد بعدش، مثل که یک برگ درخت آب چطور میبره یا پوست خیار که بندازی چه قسم میره، مثل یک چیز ناچیز خودش و لشکریانش را همه را آب برد. چیکار میشه؟ پایان کار تکبر غرور میه. امروز انسان جوانه، شهوت داره که بگوی نماز بخند میخنده. نماز چیه؟ نماز چیه؟ اخلاق اسلامی چیه؟ ما اخلاق چی میکنم؟ مثل حیوان. فردا اینمی جوان مغرور پیر شده، کمرش خم شده، 20 تا درد و مرض به جانش آمده، نان خورده نمیتوانه، دیگران شب خواب میره، ای خواب نداره اصلا. پیش از مردن انسان ذلیل میشه. چه خوبه که انسان در جوانی، در پیری، در بچگی، در تمام مراحل خود، چی زنه، چی مرده، چی پولداره، چی فقیره، چی غنیه، چی حاکمه، چی مردم عادیه، باید به خدا تسلیم باشه. این همه برای ما و شما نشانه هایه، برای ما پنده. قرآن کتاب تاریخ نیه که بیای تعریف بیان کنه. همو جایش بیان میکنه که به درد تربیت ما میخوره. ببین داستان موسی و فرعون در قرآن خیلی تکرار شده، ولی هر جا یک قسم بیان میشه که به تربیت تأثیر کنه. اینجا میگه من موسی رو فرستادم به سوی فرعون با حجت، با منطق، استدلال به سلطان مبین. او گردن کشی کرد و غرور داشت و متکبر شد و فوش داد موسی را. به جایی که به منطق جواب بده، افترا بس گفت تو دیوانه یا جادوگر. آخرش چیکار شد؟ به امی زورگویی فرعون خلاص شد؟ میگه نه، خلاص نشد. فاخذناه، ما اینا را گرفتیم. جنودش را، لشکریانش را گرفتیم. اما این را در بین دریا انداخت. خلاص شد. این آخر کار فرعون. حکومتش هم رفت. بعد روز قیامت هم از جمله مقبوحین، محکومین. خدا انشاءالله جانهای ما و شما را به امی نصیحتهای قرآن منور بگردانه. این یکی قضیه ابراهیم و لوط بود. اینا را فیلسوار اینجا ذکر میکنه قرآن. یکی هم قضیه موسی و فرعون بود. بعد میفرماید و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم. میفرماید بعدم دیگه آیت ما، آیت ما عبرت، آیت عبرتناک ما را در مسئله دیگه هم است که شما متوجه باشید. در قوم عاد یک قوم بزرگ بوده، وقتی که اینا هود فرستاده که اینا اصلاح کنه نشد، اما تو که فرعونیا نصیحت موسی را قبول نکرد، بر اینا یک بعد فرستاده، بعد عقیم
حقیم نازا، یعنی او باد کباران نداره، او را نازا میگن. حقیم یعنی زنی که اولاد به دنیا نمیاره، میگن ای حقیمه، یعنی نازا، نازایه، زایده نداره. بعد هم وقتی که ابرا میایه و ابرا را با خود نمیاره، بعد میایه ابرا با خود نمیاره که ابرا را بیاره که باران بیاره، و خود بعد که باران نداره بعد ابرا را میاره که باران کنه. اما او ابری که میایه که ابر او بعد که میایه بدون ابرا، ابرا را با خود نمیاره. یعنی این نازای دیگه این بعد، چون دنبالش باران نمیایه، ابرار با خود نیاورده. و او ابری که گیاهان تلقیح نمیکنه، این یعنی بعدایه که از درختای نر او گرد بر میداره، درختای مادر تلقیح میکنه تاکی میوه بدیه. وقتی که این ابر باران فایده نداشت، بغیر از اینکه خانه مردم خراب شده، خاکار مثل که در کابل تابستان میاره چند صد تن خاک و گرد و کثافت به اما خانه های کابل تقسیم میکنه، تا زمانی که اطراف کابل جنگل درست نشوه، این همی حال تابستانه. بعد مای سور و جوزا سرطان دیگه ماشالله بعد زور گرد و غبار و کثافت اما به هوا پخش میشه، به چای کوچیک امر مریض میکنه. باید این فکر شوه که اطراف کابل جنگل شوه، اطراف شهرهای بزرگ ما جنگل شده، جلوی ای خاک بگیره. چرا او جایی که اطراف جنگل او شهره، چرا اونجا تابستان تقسیم گرد و غبار و کثافت و خاک میگیره؟ باید فکرش بشو. ما تذر من شیئن اتت علیه الا جعلت و کرمیم. خب معلومه که ای بات نابودی را میاره، حد بچه ها را مریض میکنه، همین بعدای کابول میگم کثافت میاره، خاک میاره، میکروب میاره، مریض میکنه همه را. دکترهای لایق هم خیلی کمه. یک کشوری ما عجیب کشوریه، عالم دینیش خیلی کمه، بدان نفر یک با 50 نفر یک عالم خوب داشته باشیم افتخار ماه. دیگه کلی بر جامعه این مفت خوره این. از او که بگذارین دکترهای معمیت با 50 دکتر ما یک دکتر قابل اگر باشه خیلی خوبه، بقیه به نام دکتر پولا را جیب مردم بیرو میکنن. متخصصین ما می نمیتور، وزیرایی که مسئول باشه و کار و لیاقت کاری امون وزارت خود داشته باشه بازم کمه، یک کشور پیش نمیره. یعنی کسی میمانه، من نمیدونم چند نسل دیگه به همی بلا گرفتاره. میگه تو یک بادی آمد که هیچ چی ده نمیگذاشت، بر هر چیزی که ای باد عبور میکرد جعلت و کرمین ای را پوسیده میکرد، میپوسند سست میکرد، مثل که استخانه را پوک میکرد، همه را کشت. خدا هر قوم را مطابق امو استحقاق مجازاتش همه تونه را به یک بلای نابود کرد. نتیجه سرکشی شان بود، نتیجه معصیت شان بود، نتیجه هوسهای حیوانی شان بود، پیروی از شیطان بود. خدا ما را از امین ها نجات بده. والحمد لله رب العالمين.